نظرخواهی آقای منشه امیر درباره آینده سیاسی ایران با اندیشگران و تلاشگران سیاسی ایرانی. درود بر همه بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه. بحث ما ادامه داره با این پرسش که این نظام به احتمال بسیار زیاد در آستانه فروپاشی قرار داره. کی از هم پاشیده بشه ما هنوز نمیدونیم، ولی ممکنه که به زودی باشه. و پرسش ما از میهمانان این برنامه این بوده و هست که با در نظر گرفتن چند معیار، و این معیارها اولش پیشینه تاریخی ایرانه، معیار دوم فرهنگ ایران زمین، معیار سوم باورهای مذهبی در ایران، معیار چهارم نیازهای داخلی کشور، و معیار پنجم روابط بین المللی ایران، چه نوع ساختار سیاسی دیگری جز این حکومت اسلامی ایران میتونه مناسبترین و بهترین باشه برای مردم ایران که به بیشترین هدفهای ملی و ناسیونالیستی خودشون برسن و این ویرانی ها رو بتونن جبران بکنن. خوش آمد میگوییم به دکتر علیرضا نوری‌زاده، میهمان این برنامه، و از شما میپرسیم آقای نوری‌زاده، با توجه به آنچه که بیان شد هنگامی که این ساختار کنونی فرو بپاشه، از دیدگاه شما، شخص خود شما، چه نوع ساختار سیاسی جدیدی باید در ایران حاکم بشه؟ بفرمید. با درود به شما بینندگانتون، شنوندگانتون، کاربرانتون. در حال من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، به جهت اینکه علارغم اینکه شما در اسرائیل هستید، ولی عملا موازی که تا حالا شما داشتید همیشه روی منطق و نوعی عدالت بوده، یعنی موزه تند یک طرفه ایش فرق نداشتید. به همین دلیل من خوشحالم با تو صحبت. ببینید، من به شخص نظام پادشاهی رو تجربه کردم. سالهای خیلی خوب جوانیم در اون نظام گذشت و کمتر از 30 سال داشتم که خمینی من مجبور کرد وطنم رو ترک کنم. قبلش اومدم بریتانیا، 4 سال درس خوندم، برگشتم ایران، همه درها برون باز بود و واقعا داشتم زندگی خوبی در کنار کارهای مورد علاقم، چه در روزنامه اطلاعات به عنوان دبیر سیاسی و چه در رادیو تلویزیون و چه تدریس، همه اینا کارهایی بود که عاشقانه دوست داشتم. خمینی اومد تمام آرزوها و ایدئال‌های ما رو تخریب کرد. حالا شما از من میپرسید که من به چه نوع حکومتی دلبستم. من به حکومتی دلبستم که در درجه اول حکومتی باشه که وحدت ملی و استقلال سرزمین من رو تضمین کنه، هیچ خدشه‌ای به پیکر ایران خانوم وارد نشه. یک پارچگی ایران مهمترین دلیل بر همه مبارزات ماست، برای اینکه خمینی و خامنه‌ای دشمن یک پارچگی و وحدت ملی هستند. خطکشی مذهبی که کردن یعنی جداسازی ایرانی ها، حالا چه سنی، چه شیعه، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشتی و چه بهایی و چه بیدین، اینا مسیرش مسیر جدایی. بنابراین جستن از این دام در درجه اول تحکیم وحدت ملی و استقلال. مسئله دوم سکولاریزم. من یک کشوری که دین رسمی داشته باشه یک کشور ناموفق میدونم. من باور ندارم که مداخله دین در حکومت میتواند آثار مثبتی داشته باشه. بنابراین اعتقاد دارم احترام دین مردم به باورهای مردم در کنار سکولاریسم باز اصلی است که باید ما روی اون تکیه بکنیم. و بعد مسئله سوم دموکراسی. دموکراسی که میگیم طبیعتاً در جامعه‌ای مثل ایران که 44 سال تو سرش میزنن، مفهوم دموکراسی نمیتونه مثل سوئیس باشه. دموکراسی رو باید در کمان که ما خطایی که کردیم در زمان پادشاه فقید هیچ وقت مقایسه نمی کردیم ایران رو با کشورهای همسایه‌مون، ایران رو با کشورهایی که در اون منطقه بودن،
ایران رو مقایسه میکردیم با بریتانیا که چرا مثلا اینجا ما دموکراسی اونجوری نداریم، ولی امروز این واقعیت رو ما میدونیم، جامعه ما بعد از مشروطه زمان ممارست دموکراسی زمان طولانی نبود. الان هم 43 سال این ملت رو استثمار و استعمار کردن و این کلمه که رژیم جمهوری اسلامی استعمارگره کاملا درسته، خود شما هم بارها گفتید و این به نظر من بسیار بسیار تعبیر درستی است، چون کاری که جمهوری اسلامی داره در یمن میکنه مگه غیر از استعمار؟ ما در رژیم گذشتم در یمن بودیم، منتها براشون تلویزیون و بیمارستان و جاده درست کردیم، بهشون کمک کردیم. یا در لبنان رفتیم اونجا چه کارهای اساسی در لبنان کردیم، بیمارستان ساختیم، آموزشگاه ساختیم و فرق میکرد با حالا که تروریست‌ها رو حمایت میکنه. من معتقدم که دموکراسی آینده ایران یه دموکراسی که با رنگ و بوی فرهنگ ایرانم سازگاری داشته باشه. ما در دوره اشکانیان مجلس مهستان داشتیم، کدوم کشوری در منطقه میتونه همچین سابقه داشته؟ اما اینکه پادشاهی یا جمهوری، به نظر من این دو لباس اگر اون قالبی رو که من ذکر کردم رعایت بشه، هر دو این دو لباس میتونه نظام بعدی ما باشه، پادشاهی مشروطه یا جمهوری مشروطه. و در واقع این مردم ایران هم که در پایان تصمیم میگیرن. من اعتقاد دارم بعد از این تجربه تلخ با جمهوری اسلامی، اگر مردم ایران مجال داشته باشن و مثل افغانستان آمریکا سرشون کلا نذاره که ظاهرشاه رو محروم بکنه از پادشاهی و این مصیبت رو این همه سال براشون بیاره برای رضایت جمهوری اسلامی، اکثریت مردم به خصوص جوان ها ترجیح میدن که یک کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی نماد وحدت ملیشون باشه، نه پادشاه قدرتمند در مستبد سلطان، نه یک پادشاه مشروطه. و خود شاهزاده را من خوب میشناسم، واقعا همچی اعتقادی داره، همچی اعتقادی داره، خیلی ترجیح میده که دولت قدرت اجرایی رو در دست داشته باشه. به حال این آرزوهای همه ماست که روزی سرزمینمون به دموکراسی و استقلال و آزادی و سکولاریسم برسه و در خدمت شما بریم اصفهان یه دوری بزنیم اونجا و بگردیم ایران. بله آقای نوری‌زاده، آنچه که گفتید به طور کلی بسیار جامع بود، ولی میخوام که یک مقداری وارد جزئیات بشیم و پرسش چالشی من این است که آیا فکر نمی کنید ملت ایران با توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی خودشون، پادشاهان بزرگ و دادگستر، و با توجه به میزان بلوغ سیاسیشون، آیا بهتر نیست که رژیم پادشاهی در ایران برقرار باشه و نه جمهوری؟ پادشاه به هر حال یک نمادی است که مردم ایران در گذشته میشناختن و امروز هم میشناسن. بفرمایید. بله ببینید آقای امیر، نظام پادشاهی در قالب مدرن و در قالب دموکراتیکش بسیار خوبه، برای اینکه در ایران طبیعتاً اون فرد که میشه پادشاه نماد و سمبل وحدت ماست. دعوا نمیشه که چرا مثلا پادشاه یا رئیس جمهور کرد نیست، چرا بلوچ نیست، چرا نمیدونم آذری نیست. اما من اعتقاد دارم واقعا اگر قرار باشه روزی نماد پادشاهی، نماد وحدت ملی ما باشه، حقا باید ارگانهایی باشه برای نظارت و کنترل. دوباره یک فرد تصمیم نگیره و پارلمان جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. الان مثلا شما در اسرائیل رئیس جمهوری دارید که نماد و سمبل ملت شماست، خیلی هم مورد احترام، ولی ابدا دخالت نمی‌کنه در امور جاری کشور. یعنی مطلقا اون کار به دست فردی است که ملت او رو انتخاب می‌کنه و این انتخاب هر 4 سال یه بار، 3 سال یه بار تغییر می‌کنه. بله به 7 سال یه بار. منظورم اینه که مثلا دیروز ما در فرانسه شاهد بودیم
چقدر زیبا بود. حتی رئیس حزب دست راستی خانم ماری لوپن، اونم وقت این رو داشت که بیاد بخش رو آزمایش کنه، ولی ملت فرانسه به مکرون رای داد. این در قالب یک نظام پادشاهی میشه نخست وزیر، حالا اونجا رئیس جمهوریه تو کشور شما، ولی اونجا میشه پادشاهی، میشه بلژیک. شما در بلژیک هیچ وقت نمیشنوید که پادشاه کسی رو منصوب کرد یا برکنار کرد. در قصر خودش و در چارچوب کار خودش میتونه با مشورت نخست وزیر شکلی بزنه رئیس دفترش. ولی شما مثلا در اسپانیا دیدید پادشاه به محض آنکه صحبتی از گرفتن هدیه و احتمال فساد بود کنار رفت، برای بقای نظام پادشاهی کنار رفت و فرزندش اومد که خیلی هم محبوبه. و به نظر من در یک مفهوم کلی بله میتونه یک پادشاه مشروطه، پادشاهی که چارچوب دموکراسی رو قبول بکنه، برای ایران بهتر باشه و حافظ وحدت ملی باشه. همون که در طول تاریخ هم یک حرفی دوست عزیز ما بهرام مشیری زد، یه وقت من شنیدم، حرف جالب، گفت نظام پادشاهی اختراع ما ایرانی هاست. ما اصولا یه همچین نظامی رو اختراع کرد به نام پادشاهی، از زمان همون مادها و بعد هخامنشیان که ابعاد وسیع پیدا کرد. و کوروش وقتی صحبت ازش میشه، این فقط یهودیان نیستن که سپاسگزار از او هستن، او در هر جایی که رفت کرد احترام گذاشت به آیینشون، به فرهنگشون، به مردمشون، و این آدم اسمش ماندگار شد در تاریخ. و بنابراین منم معتقدم مثل شما که در یک ایدئال امیدوارم بهش برسیم، میتونه یک نظام پادشاهی مشروطه نظام مطلوبی باشه برای ایران، به خصوص به خاطر تعدد اقوام و گستردگی و بزرگی ایران. با توجه به اینکه، با فرض اینکه شما نوع ساختار سیاسی آینده رو تعیین کردید، میخوام حالا وارد جزئیات بشم و بپرسم که پادشاه آیا موروثی باشه یا گزینشی باشه؟ بفرمایید. یه نمونه ما داریم در مالزی که الان 8 پادشاه دارن و هر کدوم از اینا 4 سال بر دولت نظارت، یعنی در واقع نماد وحدت ملی دولت. خود شاهزاده رضا پهلوی بر این باور نیست که قضیه موروثی باشه، اما موروثی نبودن هم اشکالات زیادی داره. یعنی شما هر 4 سال یک بار باید دنبال یه پادشاه بگردید و این بسیار مشکل. اما میتواند به جای اینکه ولیعهد پسر اول باشه، لایقترین بچه ها باشه، یعنی که حتما پسر اول باشه، دختر لایقی هست اون ولیعهد بشه. و این به نظر من خیلی بهتر از این که ما بخوایم پادشاهی رو دوره‌ای بکنیم، یعنی بگیم 6 سال 8 سال برای ایران ناجوره، وقت نفر بعد از ایشون کی خواهد بود؟ اینا همه مسائلی است که به نظر من اگر اون شورای خردمندان، اون مهستان یا اون مجلس کنگره ملی تشکیل بشه، به اعتقاد من خیلی راحت میتونه از سر این مسائل عبور کنه. در حالی که اگر ما بگذاریم، دوچار اشکال خواهیم شد، درگیری ها زیاد خواهد شد. ما تو این کشور مردان بزرگی داشتیم. این کتاب خاطرات مرحوم حاج عزالممالک اردلان، مردی که روزگار 6 پادشاه رو دیده، برای سومین بار دارم میخونم. نگاه میکنم ما چه انسان هایی در این کشور داشتیم، چه مردانی داشتیم. این اردلان حکومت مثلا کرمان رو بهش میدن، 40 روز تورا بوده، چه مصیبتی میکشه، اینا رفتن خدمت کردن، مملکت رو ساختن. من مطمئنم ایران از این مردان و زنان حتما داره، و اگر شرایط مناسب باشه ما وقت خواهیم دید که اینا دست به دست هم این دوره ننگین جمهوری ولایت فقیه رو خیلی زود ازش عبور خواهیم. بله، الان میخوام راجع به
میزان اختیارات رهبر با شما صحبت کنم. فرماندهی نیروهای مسلح یعنی ارتش ایران دست کی باید باشه؟ من اعتقاد دارم که فرماندهی کل ارتش باید حتما در دست دولت باشه، دولت منتخب که توسط مردم انتخاب میشن، او مجاز باشه برای انتخاب فرماندهان برای کسانی که مأموریت دارن. پادشاه هم یه نقش نمادین داشته باشه، مثلا به عنوان نماد وحدت ملی نیروهای مسلح، یک عنوان خیلی عاطفی و قشنگ داشته باشه، ولی کار اجرایی او نباید دخالت بکنه. ببینید، فرماندهی کل نیروهای مسلح کار اجراییه، یعنی شما باید برید تو دفتر بشینی، آدم انتخاب بکنی، جلسه با و همین بلایی میشه که ما در انقلاب شاهدش بود. شما فکر کنید این افسرهای ما وقتی شاه رفت، زنده یاد دکتر صدیقی اینا رو به من میگفت، میگفت شاه بره ارتش میپاشه، چون ارتش شاهنشاهیه و روی تکیهش روی پادشاهه و این افسرها هیچ کدوم نتونستن تصمیم بگیرن. خیلی دردناکه، یک قولی داره میاد کشور شما رو اشغال کنه، یا آدم متحجر عقب افتاده هزار سال پیش داره میاد کشور مدرن شما رو بگیره، وقت ارتش اعلام بیطرفی بکنه. هیچ لزومی نداشت ارتش اسلحه به دست بگیره، چون خود شاه نمیخواست آدم بکشه، ولی اگر ارتش اعلام حمایت از دولت بختیار میکرد، آقای خمینی که حساب کارای خودشو میکرد. سه ماه بختیار دوام داشت، قضیه متفاوت میشد، یعنی خمینی مجبور میشد بشه مذاکره کنید. کمان که قرار بود بختیار بره به پاریس، باز آقای بنی صدر و بقیه افتخار کردن که اونا نذاشتن، که مرحوم منتظری هم گفت و دیگران هم گفتن. ولی اگر آقای دکتر بختیار از حمایت ارتش برخوردار بود، آقای امیر بگذارید یه چیز رو براتون بگم. روزی که در واقع 21 بهمن، وقتی که دولت اعلام حکومت نظامی کرد از ساعت 3 بعد از اون، باور کن آقای امیر، همه اینا در خودشون از ترس میپوچیدن و باورشون نمیشد که بعد خمینی اعلامیه بده مردم بزن تو خیابون، بعدم ارتش جا بزن روز بعد. من یادم نمیاد وقتی عسکری نخست وزیر شد، همه تظاهرات متوقف شد، همه رفتن تو خونه هاشون، ولی بعد عسکری اومد مسخره شد با اون حرف زدنش و اون کارش. منظورم اینه ایران رو میشد نجات داد از این قائله اگر ارتش ما اختیارات داشت و اگر ارتش ما میدونست چی کار داره میکنه. ارتش همش نگران بود که خب اعلیحضرت به ما اجازه نداده و اعلیحضرت هم که دل کنده بود از وطن و رفته. در نتیجه میخوام بگم این که ارتش بتونه قدرت داشته باشه، بتونه عمل بکنه. ببینید، باز من مثال میزنم، نمونه هایی که پیش چشم باز. ترکیه هم ببینید ارتش داره. این ارتش هم بافت و زیربناش آتاتورک، او این ارتش رو در این جایگاه ساخت. ارتش در مواقع حساس نذاشت ترکیه از هم بپاشه، اومد و کشور رو نجات داد. آقای اردوغان که اومدن خواستن ارتش رو بکوبن، اون کودتای بامزه قلابی رو راه انداختن و گفتن که عده‌ای از ارتش رو. ولی الان آقای اردوغان هر کاری میکنه با ارتش رو مشورت میکنه، یعنی ارتش هیبتش رو از دست نداده. ممکنه دست و پاشو تو گردو گذاشتن، ولی ارتش ترکیه سری داشت. یا در مثلا یه مورد دیگه شو که میتونیم مثال بزنیم، ارتش مصر. شما میدید ارتش مصر چه کار بزرگ میکرد. الان که با اسرائیل دشمن نیست، نمیخواد به جنگ، ارتشی ها دارن کمک میکنن به مردم تو همه زمین ها، بعد جلوی اون قول اخوان المسلمین ایستادن. وقتی مردم تو میدان تحریر جمع شدن، ارتش کنارشون بود و مصر رو نجات داد. خدا میدونه مصر امروز کجا بود، بدتر از ایران، چون مصر فقیرم هست، ایران ثروتمند بود. حالا مصر کجا قرار داشت، در چه شرایطی؟
اینه که واقعا وجود یک ارتش قدرتمند و صاحب اختیار که بتونه در مواقع حساس قانون اساسی رو ایجاد بده، این خیلی ضروریه به نظر من در هر نوع نظام آینده. چطور میشه آقای نوری‌زاده از برقراری رژیم دیکتاتوری در ایران جلوگیری کرد در این تقسیم اختیاراتی که شما بیان میکنید؟ مهمترین مسئله به نظر من این است که انتخابات مفهوم و معنای واقعی پیدا کنه از همون اول. یعنی از همون اول اگر مجلس اختیارات داشته باشه، شما تاریخ ما بهمون تجربه های میگه عجیب غریب، دوره سوم تازه 6 سال 7 سال از انقلاب مشروطه میگذره، حالا قله فترت کوتاه، روسا به ایران اولتیماتوم میدن، این مجلس زیر بار نمیره، عده ای از نمایندگان پا میشن با نظام سلطنه مافی میرن تو کرمانشاه دولت موقت تشکیل میدن، دولت در هجرت. و عملا همین کار و تهدید احمد شاه که پایتخت رو عوض میکنه میره اصفهان، نقشه روسا رو خونسا کرد، نتونستن ایران رو اشغال بکنه. و این مسئله به نظر من یه درس بزرگه که اگر پارلمان به معنای واقعی وجود داشته باشه، جلو دیکتاتوری رو میگیره. هیچ دیکتاتوری نمیتونه در یک پارلمان آزاد بر اون غلبه بکنه، حتما پارلمان اون رو به زمین میزنه. و شما تو این کشور رو دیدید در جاهایی که دموکراسی هست، یه نخست وزیر قدرتمند یک شبه چجوری پایین میکشنش. تو خود ایران هم همطور بوده، مرحوم سهیلی نخست وزیر بود و نمایندگان استیضاحش نکردن، فقط بیرون مجلس بهش گفتن تو باید بری، الان دیگه موقع تو نیست، و سهیلی استعفا داد. اینقدر مجلس قدرت داشت. و بنابراین اگر پارلمان قدرت داشت، نه خمینی میتونست بیاد. من یادم نمیره بعضی از این نمایندگان که پا میشدن همون اواخر حمله میکردن به دولت ها و به غیره، خودشون جز مداحان بودن، صداشون بسته بود، اونجا یه دفعه صدای همشون در اومد. و متاسفانه ما نداشتیم، یعنی غیر از معدودی واقعا در این دوره آخر ما چند تا نماینده داشتیم مثل مرحوم بنی احمد، مرحوم بزشبور، آدمایی بودن که اینا به هر حال دلشون می‌سوخت. من یادم نمیره روزی که پادشاه رفت، بزشبور با چشمان اشکبار تو مجلس داد می‌زد کدوم چوپانی گلش رو رها میکنه در پنجه گرد، رها میکنه در پنجه گرد. و متأثر بودن. علی اصغر مظهری بود، نماینده کرمان، آدم بسیار شجاع و وطن پرستی بود. بودن آقای ظفری بود، تعدادی از این نمایندگان بودن که، ولی در کل چون به فرموده انتخاب شده بودن، خیلی هاشون دیگه متاسفانه به مسئولیتشون عمل نکردن. الان میخوام برسیم به شیوه تقسیم مدیریت کشور. بله. چه مقدار دولت مرکزی چه اختیاراتی باید داشته باشه و استانها چه آزادی های عملی داشته باشن؟ یوریدای امیر، این مقوله خودمختاری که دیرگاهی است بر سر زبان ها افتاد. ما باید ببینیم آیا ایران کشور کثیرالمله است یا ایران کشوری است که دارای اقوام متعددی است که همان به هم ارتباط داره. کدوم آدم میتونه بگه کرد ایرانی نیست یا بلوچ ایرانی تره یا عرب ایرانی ایرانی نیست؟ بابا شاپور زولکتاف شونهاشون رو سوراخ کرده، یعنی از اون وقت این تفلک ها توی آزار بودن ولی بودن تو ایران زندگی میکردن. و همینطور ترکمن ها بعد از هم پاشیدن شوروی، خب ترکمنستان اعلام کرد ترکمن ها میتونن برگردن. 40 خانوار رفتن، 38شون برگشت. حتی قزاقا در قزاقستان، ما یه عده قزاق داشتیم، اینا نرفتن، موندن تو ایران، یه عده خیلی معدودشون رفتن. میخوام بگم این دلبستگی به این خاک، یا از آذربایجان خودمون چند نفر رفتن اون بر نرفتن،
اینه که ارامنه هم یه ارامنه هم همطور واقعا همطور رفتن ارمنستان و پشیمون شدن و برگشتن خیلی هاشون برگشتن. ببینید آقای امیر یه نکته، من مطمئنم اگر رژیم ضد یهود نبود یهودیان ایران هم خیلی هاشون در ایران میموندن، ولی رژیم ضد یهود، این یه چیز جداگانه است، یه مقوله دیگه. به هر روی این که ما بگیم ما در تهران می نشینیم و یه استاندار شیرازی برای کردستان انتخاب میکنیم بسیار کار غلطی، بسیار غلط. در انقلاب مشروطه انجمنهای ایالتی و ولایتی به معنای واقعی مسئول بودن استاندار، فرماندار، شهردار، تمام اینا رو انتخاب بکنن. من اعتقاد دارم نباید دست به ترکیب ایران زد. الان بعضی از اقوام ما میگن مثلا از اینجا تا اونجا مال ماست. در من پرسشم این بود که از نظر مدیریتی عرض کردم. عرض میکنم میرسم. چه مقدار اختیارات در مرکز باشه؟ بفرمایید. ما اگر حکومت غیر متمرکز داشتی باشیم سه نیرو یا سه قوه یا سه اصل همیشه باید در اختیار دولت مرکزی باشه. یکی امور خارجه، دیپلماسی. مسئله دوم مسئله مالیه کشور، ثروت کشور. مالیه کشور باید تحت کنترل دولت مرکزی باشه. و مسئله سوم ارتش کشور، یعنی نیروی دفاعی کشور. این سه تا اگر در اختیار دولت مرکزی باشن و نظارت مجلس هم باشه، در نتیجه ثروت با عدالت تقسیم میشه بین اقوام و استانها. در استانها انتخاب استاندار، انتخاب فرمانداران، انتخاب رؤسای ادارات، اینا همه باید توسط انجمن ملی، انجمنی که در اونجا هست، تعیین بشه. ایالتی و ولایتی. بعد میرسیم واسه زبان که باز الان یه مقوله‌ای شده، یه عده دارن روش مانور میدن و یه عده مخالفت، یه عده هم شدید طرفدار. زبان ملی ما زبان فارسی است. در همه جای دنیا هم یه زبان ملی هست، زبان اونجا در امریکا زبان انگلیسیه، یه زبان دوم هم دارن اسپانیایی. در انگلستان زبان ملی انگلیسیه، ولی ویلز و اسکاتیش و آیریش هم در اینجا هست. خب شما بچه که میره مدرسه و تو خونش به آب میگه سو، حالا میره مدرسه تو بهش میگه بگو آب، هیچ اشکالی نداره. این بچه در مدرسه در دوران ابتدایی زبان مادریشو در کنار زبان ملیش بخونه. در دوره دبیرستان تمرکز روی زبان ملی بیشتر بشه، برای اینکه میخواد بره دانشگاه و تدریس در دانشگاه هم به اعتقاد من باید به زبان ملی باشه. دلیلم داره، برای اینکه این زبان ملی ما سابقه هزاران ساله داره. زبانهای بومی و اقلیمی ما بعضن قدرت پوشش این مفاهیم علمی بزرگ رو نداره. شما الان هر چیز رو به فارسی میتونید بنویسی، بخونی، جب، مثلثات، هندسه، پزشکی و غیره، چون روش کار شده. اگر رو زبان کردی هم کار میشد شاید در این شرایط بود، ولی به هر حال مدتها بیتوجهی شده به این قضایه. الانم باید زبان مادری در کنار زبان ملی، همه ما از حضرت فردوسی به فارسی لذت میبریم، میخونیم. پاک عبدالله مهتدی رفیق من در کردستان، دوست دیگرم حسین بود در بلوچستان، عدنان قرفی در خوزستان عرب، دوستان دیگر، همه این فردوسی و حافظ رو میخونم و لذت میبرم به زبان فارسی. بنابراین بذارید اینم براتون بگم، رضا شاه رفته بود ترکیه، آتاتورک یه سربازی رو صدا زد، اینو مرحوم حکمت می‌نویسه که اونجا بود، به سربازی گفت برو پای تخته و شروع کرد به چیزای گفتم، اونم تونتون به لاتین نوشت. به رضا شاه گفت شما چرا این کارو نمی‌کنی؟ ببین این سرباز 6 ماهه این زبون یاد گرفته. رضا شاه خط رو یاد گرفت. رضا شاه گفت مشکل من حضرت فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی است، جواب اونا رو نمیدونم چی بدم. اگه اومد گفت آها این خط من رو تو نابود کردی و دیگه مردم نمیتونن شعر حافظ رو بخونن، من چی بهشون بگم؟
و این حرف حکیمانه از این مرد دیگه میگم بی سواد بود آتاتورک رو تکون داد، برای اینکه اونا هم سابقه فرهنگی نداشتن. برای خیلی در ایران هم زمزمه هایی بود، مرحوم سعید نفیسی دیگران این بودن میگفتن زبون رو لاتین بکنید، ولی نشد. این خط زیبای فارسی و این زبون باقی بود. حالا بعضی ها میگن آقا این عربیه. نه، عربی نیست، ایرانی ها این الفبا رو درست کردن. عربا که این الفبا رو داشتن، زبان آرامی داشتن، اصلا زبان نوشتنی نداشتن، گفتاریشون خیلی خوب بود، شعرهای زیبا میگفتن، ولی زبان کتابت نداشتن. ایرانی ها درستش میرسیم به فرهنگ، از فرهنگ و سنن اقوام مختلفی که در سراسر ایران زندگی میکنن. تا چه حد دولت مرکزی باید حافظ و حتی پرورش دهنده این فرهنگ باشه؟ موسیقیشون، رقصهاشون، لباسهاشون و تمام چیزهای دیگری که به فرهنگ محلی. به قول انگلیسا این یه ماسته، بایده. این چیزی نیست که میل بکنن. شما فکر کنید در این 43 ساله کردها به موسیقی ایرانی چه کرده؟ کامکارها، آقای ناظری، نگاه کنید دونه دونه دیگه، یا خراسانی ها چه کردن، یا شمالی ها در شمال، در جنوب. موسیقی محلی بوشهر یا بندرعباس، برابری میخوام بگم بلوچستان، اینها جزوه. ما یه لحاف چلتیکه خوش رنگیم با رنگ‌های متعدد. حالا یکی بیاد بخواد یه گوشه رو پاره کنه، خب به زیبایی این لطمه میزنه، ولی هرچی بکوشیم این سنت‌ها تجلیل بشه. جشن‌های ملی داشتیم، من یادم مثلا جشنواره شیراز که داشتیم، جشن هنر، بعد جشنواره طوس هم داشتیم، بعد جشنواره مهاباد هم داشتیم. یعنی در تمام ایران این سنت ها گرامی داشته می شد، حرمت می گذاشتن، و امروز هم باید همین کارو بکنیم. و خوشبختانه من خیلی خوشحالم که در خارج کشور ایرانی ها به این مسئله خیلی توجه داشتن، و ما می بینیم در آمریکا مثلا شما فکر ایرانی هایی که در اسرائیل هستن دعوت می کنن، فلان خواننده پا می شه میاد اونجا براشون گیلکی می خونه، نمی دونم کردی می خونه، فارسی می خونه، همه چیز. اینا همه نشان دهنده دلبستگی ما به همه اون فرهنگ هاست. حتما شما یادته ما عیدا که میشد به گوش و کنار ایران که میرفتیم، یکیش برای بودن با این فرهنگ ها و سنت ها بود. نوروز خرمشهر یه طعم دیگری داشت تا نوروز اصفهان یا مشهد یا تبریز. یعنی همه اینها باعث میشد که ما انسان هایی باشیم با تنوع فرهنگی از قدیم، و این تنوع فرهنگی هم یکی از سلاح‌هایی بود که تا امروز جمهوری ولایت‌فقیه رو آزار داده، رنج داده، که به تمام معنای آدمی مثل علم‌الهدا اینا خواستن جلوی اینو بگیرن، مانع از رشدش بشن، ولی نمیتونن، قادر نیستن. آیا این حمایتی که از فرهنگ محلی بیان میکنید باید حتی در حدی باشه که در هر استان یا هر مرکزی که زبان محلی قوی هم داره تلویزیون مستقل هم برپا بشه؟ حتما ما اینو داشتیم آقای امیر، من نمیدونم شما یادتونه یا نه، قبل از انقلاب ما در تمام مراکز استان به زبان محلی برنامه داشتیم، موسیقی، شعر، آواز. در تبریز در چند تا از دوستای من رؤسای استان ها بودن، رؤسای رادیو تلویزیون، آقای شهبری، آقای مصطفی، آقای علی اکبری، اینا همه بودن و تشویق میکرد. مرحوم جعفریان اصرار داشت که آقا بپردازید به فرهنگ ملی محلی، بعد به زبون. حالا جمهوری اسلامی هم در حال نتونست زیر این بزنه و این هست، منتها بدبخت مردم به جای موسیقی باید صدای عرعر آقای علم‌الهدا رو بشنون یا صدای آقای جزائری رو که عربی برای شما عب بزنه تو خوزستان. اون نیست که مردم میخوان، مردم میخوان به زبان مادریشون حرف بزنن یا رادیو تلویزیون داشته باشن یا روزنامه، ولی نمیخوان مزخرفات آقای جزائری رو گوش بدن، نمیخوان این چرندیاتی که به اسم اسلام بهشون داده میشه. بنابراین مطمئن باشید دوباره ایران زمین همون مرکز
تمدن بزرگ و فرهنگ های متنوع و هنر متنوع خواهد. و میرسیم به روزنامه. به یاد دارم که در دوران شاه فقید انتشار روزنامه به زبانهای محلی کار آسانی نبود. آیا ما باید در حدی پیش بریم که روزنامه ها به زبانهای محلی هم وجود داشته باشه؟ حتما آقای امین. ببینید، اولا یک نکته رو که حتما شما هم مثل من بهش رسیدید، عمر روزنامه کاغذی داره به سرعت به پایان میرسه. اون که من هنوز دوست دارم برم گاردین رو صبح بگیرم، ورق بزنم و بخونم، بشینم کافیمو بخورم، روزنامه رو بخونم، ولی داره به کلن، یعنی تیراژا چنان ضربه خورده، خیلی از روزنامه ها دیگه آنلاین فقط هستن و نمیتونن. یه نمونهش کیهان عزیز خود ما بود که من سالها باش همکاری کردم، ناچار شدن آنلاین کردن. و در سطح ملی هم همینطور. من فکر میکنم حالا مثلا کردها دوست داشتن یه روزنامه رسکاری بدن، یه روزنامه کردی بدن، باید بتونن. ولی میدیای آزاد، میدیای آزاد یعنی که شما بتونی یک صفحه روزنامه برای خودت هم توی اینترنت درست بکنی و به زبان مادری مقاله بنویسی. و فکر میکنم ما داریم به اون مرحله میرسیم. ایران یکی از بزرگترین کشورهایی است در زمینه آنلاین. الان بچه‌های ما ببینید چه میکنن، با همه فشار روزی، با همه مشکلاتی که ایجاد میکنن، نگاه کنید تلگرام چه خبره، فیسبوک چه خبره، اینستاگرام چه خبره. اینا همه رسانه، حالا رو کاغذ نیست، روی صفحه تلویزیون. بله، منم با شما موافقم که حتما باید اقوام ایرانی آزادی انتشارات داشته باشن به هر شکلی که دوست دارن، روزنامه کاغذی یا اینترنتی. آقای نوری‌زاده، فرض کنید که فردا شما بیدار میشه ساعت 8 صبح و اعلام میشه که حکومت فروپاشیده، یک خلأ سیاسی ایجاد شده، رفت اون یکی، رفتش، چی کار باید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چگونه میشه خلأ حکومتی رو پر کرد که به اختشاش و درگیری نگنجام؟ بفرمید. تجربه جنبش سبز که در واقع آخرین تجربه مردم با ارکان نظام بود، یعنی با آقای موسوی، آقای کروبی، اینا جز نظام بودن. آقای موسوی میخواست به دوران طلایی امام برگرد. این آخرین تجربه مردم بود. بعد از اون اگر دقت بکنید، شعارها زوال نظام رو خواستار شد. اون زمان میگفت رأی منو پس بده یا انتخابات آزاد. امروز دیگه اینو نمیگه، امروز مرگبر میگه. بنابراین من اعتقاد دارم در داخل کشور همین کمیته ها و گروه هایی که درست شدن، حالا صنفی غیر صنفی، شما وقتی نگاه میکنید یک بالا اسم نمیگم در سر برشته چه، یک بانوی وکیل مرتب میره تو زندان و میاد بیرون، حسرت آخو به دل خامنه ای گذاشته، فلان مبارز روزنامه‌نگار همکار من از توی زندان دعوت میکنه که آقای خامنه ای و ولایتی تست اعتیاد بدن. این آدم ها به مرور برای مردم هر کدوم یه مهره شدن، یه ستون شدن. و من خبر دارم که خود اینها در تماس با بیرونی ها زمینه رو ریختن برای یک دولت موقت. وقتی که مشروط خان موفق شدن ممدلیش ها رو شکست بدن و با سفارت روس رفت، یه هیئت مدیره موقت درست کرده، سردار اسد، محمد ولی خان سپهدار، یفلم خان، ستار خان، باقی خان، این همه بوده. یه هیئت مدیره موقت درست کردن که تا افتتاح مجلس اداره کشور رو بر عهده داشت. و چقدر خوب این کار رو کرد، چقدر خوب تقسیم کار کردن. من فکر میکنم الان ما عقبتر از دوران مشروطه هستیم. الان ما انسان‌های برجسته‌ای داریم تو ایران و خارج از ایران. که الان آقای امیر یه حسنی که من می‌بینم، اون دعواهای نمی‌دونم شاهی و جمهوری و چپ و راست دیگه از بین رفته.
الان عمده ترین نماد جمهوری خواهی یعنی گروه گذار آقای مهندس شریعت‌زاده دوستانش نزدیکترین روابط با شاهزاده رضا پهلوی دارن و این خودش خیلی جای امیدواری داره و این به نظر من خوشحال کننده است که مردم ما به نقطه‌ای رسیدن که دیگه آمادگی دارن برای اینکه در یک وحدت ملی فردای سرنگونی نظام حداقل کشور رو حفظ کنن. یادمون نقش ارتش رو از یاد نبرید. هر کاری رژیم کرده ارتش رو مثل خودش بکنه ارتش نشد و این خیلی برای من برجسته و ارتش جایگاه و نقش خودش رو خیلی خوب درک کرده و میدونه. ازتون معذرت میخوام، اکثر فرمانده این رو شما بهتر از من اطلاع دارید، اکثر فرماندهان کنونی ارتش ایران سابقه عضویت و فعالیت در سپاه پاسداران رو داشتن. بفهمید؟ نه اکثرشون، نه بودن کسانی توشون ولی اکثرشون نه. بعد آقای امیر به این ده تا فرماندهی که ریش میذارن و میان نماز جمعه به اینا نگاه نکنید، نگاه کنید به ارتشی که خیلی برای من جالبه چون روش کار کردن. افسرهایی هستن که حدود 40 سال سنشونه، 45 سال سنشونه و اینا رژیم شاه رو ندیدن، در اون خدمت نکردن، تازه به دنیا آمده بودن، 5 سال 10 سالشون بود. ولی به قدر اینا روی ارتش مطالعه کردن، روی ارتش تأمل کردن، شما ببینید رژیم تا امروز حتی یک بار هم ارتش رو به سرکوبی نیاورد. آقای سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی یه روزی اعلام کرد که بله ما هم در آبان در کنار برادران پاسدار بودیم، یعنی ما هم آدم کشتیم. روز بعدش دو سه تا از افسرهایی که خیلی هم آدم های عزیز و برجسته هستن یقش رو گرفته بودن که تو چرا این حرف رو زدی؟ و کیومرث حیدری مجبور شد حرفش رو پس بگیره که بگه ما معنن با برادران پاسدار. و با نزدیک شدن به پایان این برنامه میخوام از نقش ایرانیان برون مرزی برای تعیین آینده ماهیت و هویت دولت آینده سخن بگید. میگن که 5 میلیون 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستن، اونها چه نقشی رو میتونن در تعیین آینده ایران و کیفیت و هویتش ایفا بکنن؟ یه عده ایرانیایی هستن که اومدن پناهنده شدن، بعد گذرنامه امریکایی و انگلیسی و فرانسوی غیره گرفتن، سالی دو دفعه هم ایران میرن، خیلی هم خوشحالم میگن آقا ایران شده تایلند، میریم اونجا با 100 دلار زیباترین دختر رو برامون میارن. اینا یه عده از هموطنان متاسف. من در کشورهای بنلوکس یه وقت مشاورشون بیدم در مورد پرونده های پناهندگی. بعد یه روز یه مدیر اونجا رو من گفت آخه این داستان چیه؟ پسره میاد جلو ما پاشو میکشه بالا زخمه، میگه شکنجه شدیم. به محض اینکه پناهندگی میگیره میره ترکیه، گذرنامه ایرانی شهر رفیقش میگیره میره ایران. آخه این چیه؟ چه مسئله؟ ها هست یه عده اینجوری. یه عده ایرانی ها انقدر دل مشغول کار و زندگی شدن که به ایران کمتر فکر میکنن، تو خونه با بچهشون انگلیسی حرف میزنن، فرانسوی حرف میزنه، کاری به این هم نده. یه عده ایرانی هستن و جالب اینه که جوان توشون زیاد و اینا سخت به اون آب و خاک دل بستن. من باور کنید بچه های خودم یه کلمه بد راجع به ایران میشنون کلافه میشن هستن. و یه روزم اینم براتون بگم، پسر کوچک من نیما که الان کارگردان معروفیست در هولیوود کوچیک بود، من ازش پرسیدم نیما جان تو فردا که بزرگ میشی جنگ بشه بین ایران انگلیس تو چیکار میکنی؟ برای سربازی انگلیس؟ چشمای مشاله درشتی داره پر از عشق شد. گفت بابا علی جون من میپرم توی خلیج فارس و داد میزنم من ایرانیم تیر به من نزنی و میرم بود. این عشق تو وجود این جوونامون هست. شما خود باهاشون صحبت میکنی میبینی 4 سال از ایران اومده یا اینجا بزرگ شده، عشق به ایران تو وجودش هست. اینا نقش مهمی خواهند داشت آقای امیر.
ما 2.4% متری رو دویدیم، باید این چوب رو بدیم دست اونا و اونا دور رو ادامه بدن. و من ایمان دارم این نیروی جوان قابل آزادی ایران رو اعلام خواهند کرد و من و شما رو دست گردنمون میندازن، میگن ممنون که این سالها اینقدر تلاش کردید، بفرمایید به خانه پدری. بله، آخرین پرسش که مکمل پرسش قبلی هست، منظورم این بود که در تعیین ماهیت رژیم آینده ایران چه حرفی برای گفتن خواهند داشت، تا چه حد میتونن تاثیرگذار باشن؟ نقش بسیار مهمی داره. ببینید، چند تا گروه جوان درست شدن، فرشگرد، گروه هایی که شاهزاده رو حمایت میکنن، گروه های جوان، و اینا همشون در با داخل در تماس هست. یعنی شما میبینی که اینا با همدیگه گفتگو میکنن، در تماس هست. بدون تردید اینا نقش مهمی دارن. به عنوان افراد متخصص تو خارج تحصیل کرده، درس خونده، میره به وطنش خدمت کنه، زبان جدیدی میدونه که میتونه تو کشورش از این زبان استفاده کنه. اینه که آزادی ایران به دست فرزندان داخل و خارجش انجام میشه. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، بسیار سپاسگزاریم از شما. مطالب و گفتگوهای دیگری هم داریم که این رو به فرصت دیگری موکول میکنیم. سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه ما بودیم. من هم همطورای امیر، ما دیر سالیست با هم دوستیم، از اون روزگارانی که شما خاطرات منم نقل میکردیم. ممنونم. بله. بعد ما فکر میکنم اولین رسانه برون مرزی بودیم که خاطرات دکتر علیرضا نوری‌زاده رو پخش میکردیم و بعدا ایشون این رو به صورت کتاب در آوردن. سپاسگزارم آقای امیر، ممنونم. و دیدار بعدی شاید در ایران. شاید. تشکر میکنم.